دوان جایسون یا راکی یکی از طرفداران پروپاقرص یو اف سیه. اون این هفته یکی از فایترها رو که داستان خیلی قشنگی داره تو زندگیش خیلی جذاب سورپرایز میکنه. تمپا گورینبو یه فایتر زیمبابوییه که خانواده‌اش رو تو زیمبابوه ول میکنه برای مسابقات یو اف سی، میاد به آمریکا. بعد از اولین بردش میگه که من تو حسابم کلا 7 دلار دارم و جای خوب برای خوابیدن ندارم. و وقتی به 7000 دلار جایزه میرسه، اون 7000 دلار رو خیلی‌ها فکر میکنن که هزینه خودش برای گرفتن خونه میکنه، ولی این کارو نمیکنه. پولو میفرسته به زیمبابوه برای اینکه برای دهاتشون آب لوله‌کشی یا آب سالم تهیه کنن. راکی این داستان رو میشنوه و پا میشه به هواپیما، میاد اونجا که اینجوری سورپرایزش کنه. ولی این کل داستان سورپرایز نیست. بریم بقیه‌شو ببینیم. راک از تنبا میخواد که محل خوابش رو بهش نشون میده و اونا با هم دیگه میرن به داخل انباری که ازش میپرسه اینجا واقعا خونه تو؟ اونم میگه آره. خب میگه تختت کجاست؟ میگه این مبل که شبا تبدیل میشه به تخت خواب و توی روز مبل میشه. روی دیوار دلایلی که این همه داره سختی میکشه رو نوشته، دلایلش خیلی جذاب. برای خنده بچه‌هام، برای امید به تغییر، برای اونی که به من باور داره، برای روستام، برای الهام بخشیدن به خیلی ها، برای جنگیدن و نشون دادن خدا به اونهایی که باورش دارن. من امید دارم، من شانس دارم، من قهرمانم. راک میگه که من امروز وقتم آزاده و خیلی دوست دارم تو رو بیشتر بشناسم. بریم یه دور بزنیم. وای میسن و راک را میفته میره در میزنه توی خونه. وقتی در میزنه هیچ کی خونه نیست. راک میگه وایسا من به صابخونه زنگ بزنم. در همین حین که داره به صابخونه زنگ میزنه میگه اون عکسم ببین تو خیلی قشنگه. میگه به نظرت کیه؟ این بنده خدا تنبا میگه فکر کنم خونه استادیوم مانه است، در حالی که عکسای خودش روی دیوار بوده. و راک اون خونه رو برای تنبا آماده کرده که خانواده‌اش زیمبابوه بیاره به اونجا. کلی براش لباسه ورزشی تهیه کرده، توی یخچالشون غذاهایی که دوست داره رو واسش فراهم کرده و آخر سر هم زیر بارون که به همه میگه این بارون شاید به خاطر این اتفاق مبارکه یه کارایی میکنه.